درود بر شما. 49 برنامه از برنامه های هر روز یک گوشه اختصاص دارد به گوشه موالیان. درباره این گوشه سزاوار است کمی صحبت کنیم. من چند فکت و چند شاهد مثال می آورم و درباره اسم موالیان، اسم این گوشه. فکت اول، موالیان نام این گوشه است در همایون که در سیستم پلکانی گوشه ها قرار نمیگیره، یعنی به ناگاه به یک اکتاب بالاتر منتقل شده. سیستم پردگانیش با همایون متفاوته و چهارگاه میشه، اما دو طرفش همایونه و یعنی در واقع چهارگاهیست محصور بین دو همایون. از سنت خروج مدارهای فرعی از درجه پنجم هم پیروی نمی کنه. خب، فکت اول. فکت دوم، موالی به مردمانی می گفتند که در واقع نیاکان ما بودند، پس از حمله عرب حاضر به اسلام آوردن نشدند. وقتی عرب حمله کردند، در واقع سه راه پیش روی ایرانیان گذاشتند: یا اسلام آورند، یا جزیه بدهند یعنی خراج بدهند، یا کشته شوند. و به آن دسته که اسلام نیاوردند ولی جزیه دادند و خراج‌های سنگین دادند، موالی می‌گفتند. و بعداً به هر آن امتی که عرب آنجا را تسخیر می‌کرد، موالی می‌گفتند. این فکت دوم. فکت سوم، در تاریخ‌های اربعه آمده است که ابن مسیح نامی از لشکر ابو موسی اشعری در ایران، در واقع برده‌های ایرانی رو که موالی بودند به بردگی می‌گرفت و اینا هنگام کار کردن سرودهایی می‌خواندند و این خیلی عاشق این سرودها شد و اینها رو فرا گرفت و به مکه برد و در آنجا این سرودها را تعلیم میداد و به این سرودها موالیان میگفتند. خب، حالا پرسش، اگه من بخوام این سه تا فکت به هم وصل کنم و نتیجه بگیرم، خب هیچ سندی موجود نیست بر این حرف من که آیا سبب این که نام این گوشه موالیانه اینه که پردگاش با پرده های همایون یکی نیست، در همایون در محل استقرار سایر گوشه ها ننشسته است و فقط داره خراج میده، چرا که ما در اینجا راوندی هم داریم که راوندیه کسانی بودند که به خونخواهی ابو مسلم ایرانیانی بودند که به خونخواهی ابو مسلم خراسانی بر منصور قصد شوریدن با فریب داشتند که منصور دست آنها را خواند و همه را کشت. این هم در تاریخ آمده که آنها راوندی میگفتند. راوندی ردیف همایون هم در اشاراتی به پرده چهارگاه دو داره، اینجا بعد چهارگاه سله. آیا بین این دو و بین این سیستم نامگذاری ارتباطی هست؟ این پرسش رو من مطرح میکنم. اگه بخوام نتیجه بگیرم و حکم کنم که میشه افسانه بافی، بله، به این دلیل که اینجوری به اصطلاح این چهارگاه در همایون داره قرار گرفته و وسته ناجوری بهش میگن موالی، همین بوده. بعد بگیم خب از کجا آوردی؟ بگیم از استادم شنیدم. خب من از استادم اینو نشنیدم، درست؟ من خیلی ناراحتم از افسانه هایی که حول
ردیف و موسیقی ایرانی آفریده شده. به این دلیل هم یکی از دلایلش بوده که نمیدانم رو بلد نبودند خیلی از بزرگان ما بگن، سنگین بوده این نمیدانم تو دهنشون نمیچرخیده، برای همین هی هول و هوش اینا افسانه میبافتن. و امروز کار ما شده که ببینیم کدوم های این افسانه ها افسانه است، کدوم هاش فکته. این خیلی کار سنگینی، این کار نسل ما. خب ولی من افسانه نمیبافم، من این سه فکت رو گفتم و پرسش مطرح کردم آیا میتواند این گونه باشد. که حالا علت این که روی این فوکوس کردم خیلی مکه مهم است که کاسه کوزه اتنوموزیکولوگ هایی که بودجه های کلان از دهه 70 از جمهوری اسلامی گرفتند تا تاریخ موسیقی ایران را عرب کنند و به صفی الدین و عبدالقادر وصلش کنند، در حالی که خود عبدالقادر در مقاصد الالهان میگه موسیقی که ما بررسیش میکنیم موسیقی دربار خلفای عباسی است و این همه بودجه گرفتن و آهنگ ساختن و فلان بسار، بعد دیدن که اینا رو که ترکا دارن میخونن همین الان. خب و اینها این کاسه کوزه تبدیل موسیقی مقامی به دستگاهی رو به هم میریزه. خب البته شواهد بسیاری هست بر این، فقط این مورد نیست، ولی شواهد بسیار هست که من در اون مقاله اشاره کردم بهش. پس بنابراین به هر حال موالیان در اینجا قرار گرفته و همونطور که گفتم جاش اصلا جایی در امتداد گوشه هایی که پله پله میرن بالا نیست، اومده یه اکتاو اومده پایین، گسترش اصلا گستره متفاوتیه، سه فضای مدالی داره. خب که این فضای مدالی یک همایون در جلو پرده های بیداد رو داره، یک همایون در برگشت فرود رو داره و یک چهارگاه در میانه قرار گرفته. بسیار گوشه زیبایی، خودم شخصا خیلی به این گوشه علاقه دارم. خب من میزنم موالیان. این پرده همایون نیست، بریم اینجا باید باشه ریز دیگه، سرعت هم گونه توضیح دادم سرعتش باید متناسب با سرعت ریز باشه. اینجا با سلاتی میگفتم بزنین، ولی من پرسیدم و دور راب چپ هم میشه زدش، ولی شما همون شلال بزنین راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ. اینیم بذاری صدا تموم شه، این از شور و خروشش میفته، میگه
واقع فرود میاد دیگه. پس در واقع ببینید همینچه که اینجا خب این یک فضای مدالیه، ببینید بیداد این چهارگاه مستقر شده. یه نکته هم اینجا بگم، وقتی اینو زدید ببینید این ریز باشه میشه چی؟ این اسکلت ملودی تیپ جمله است. خب حالا اون اکسنت ها دادام دادام دادادادام دادام دادادادام دادام دادادادام. خب این تریلایی که میاد توی این، یه بارم گفتم جای در خاوران، نباید نظم اینو به هم بزنه، برای همین من خیلی صداشونی برم پایینه. کنده دستخوز با نفس بدید. دل 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 جای صدا من نیست ببخشیم. بذاری صدا تموم شه، ساکت که شد. به هر حال گوشه غریبی است و من ترجیح دادم امروز بیشتر در موردش صحبت کنیم و بحث کنیم، پس اینا در بشارت تئوریکی و در بشارت تاریخی لازم بود. من یک بار این گوشه رو میزنم و تا فردا به شما بدرود میگم. خب لازم که بزنم اینو بگم، تاریخ ما یک نقاطیش رو روش رو پوشوندن، ولی اینا رد پاش در فرهنگ و موسیقی ما هست. مثلا بوسلیک شما باید بدونید کی بوده، شاعر قرن سوم. خب باید راوندی بدونید چیه، باید بدونید موالیان چیه. تاریخ ایستادگی مردم ایران است در برابر عرب و در برابر عرب شدن، و من اوزان اینا رو درآوردم و همه اوزان اینا رو با متون گاتای زرتشتی و اوستایی مقایسه کردم و حرف روی شما خودتون میدونید من چقدر حساسم که بخوام داستان سرایی کنم و هیچ ابایی هم ندارم بگم نمیدونم. خب به شما هم میگم من از دیگران بیش نمیدانم. خب همگان همه چیز را دانند، من ادعای همه چیز دانی هم ندارم. بارها هم گفتم به من استاد نگید. خب با همه این حساسیت ها دارم به شما میگم که در موسیقی ما سر تا سر ایستادگی در برابر عرب شدن و شعر عروضی بوده. حتی آواز که امروز میخونن خیلی جاها عروض رو دنبال نمی کنن خواننده های ما، در ناخودآگاه ردیف اینجوریه، مخصوصا اینجوری شده کشش ها رو اضافه و کم میکنن که این اوزان به هم بریزه. و اینها رو باید بدونید، اینها رو باید بشناسیم، اینها رو باید به تاریخ سرزمینمون آگاه باشیم. ما همه میدونیم که شنیدیم که 1000 تا فیلم ساختن که 1400 سال پیش پیغمبر وقتی که وارد مدینه شد شطورش رو رها کرد و رفت یه جایی نشست این شطور و اونجا رو مسجد ساختن. حمزه اومد اینو گفت، یکی اومد اینو گفت، یکی اومد اینو گفت، ولی هیچ کدوممون نمیدونیم هاماوران
کجاست و کیا بودند، راوندیه کیا بودند. هیچ کدوم ما نمیدونیم مازیار رو، خیلی هامو، بابک خرم دین رو. نخواستن این صفحات تاریخ خوب بازشه. اگر این صفحات تاریخ بازشه خون ازش میشه که آخه آبروی دین میره. خب برای همین یکی از دلایل مشکل این هم با موسیقی همینه. اون آگاهند. حالا بگذاریم این بحثا، چون یکی داستان از پر آب چشم. من یه دور این گوشه رو میزنم و یاد نیاکان من موالیان. شاد و سرفراز و آزاد باشید. جاوید باد ایران.